درود رفقا، این جلسه اومدم باز هم در مورد ملودی باهاتون صحبت کنم، چون خیلی مهمه. کسی که میخواد آهنگسازی کنه باید توانایی ساخت ملودی داشته باشه واسه آهنگش. قدیمی‌ها بچه‌ها اینجوری بود که تنظیم کننده ها میومدن ملودی میساختن خیلی وقتا، یعنی آهنگساز نمیومد ملودی بسازه. اما این اشتباهه به نظر من. آهنگساز باید ملودی رو بسازه و به تنظیم کننده بسپاره. اگه خودش تنظیم کننده است که خب چه بهتر، اون وقت دیگه قطعا باید خودش بسازه. اما مسئله اینجاست که ما چند مدل میتونیم ملودی بسازیم. میخوام بهتون دو مدل ملودی سازی رو بگم، دو مدل خیلی عمومی که اصلا شما باید بین این دو روش یکی رو انتخاب کنید و بعدن برین سراغ ساخت ملودیتون. بریم ببینیم دو تا روش چیه. روش اول بچه‌ها خیلی آسونه. ما یه ملودی ساختیم که خیلی قشنگه واسه خواننده. مثلا خواننده داره میخونه میگه کی بهتر از تو که بهترینی تو. ما خواننده خیلی خفنمون عارف و یک آهنگ بسیار زیبا. آهنگساز میگه آقا من این ملودی که واسه وکال واسه خواننده ساختم خیلی خوشگله، من به نظر خودم دلم میخواد سازم همینو بزنه. یعنی فقط کافیه که همین کی بهتر از تو لایلا لایلا، حالا با یه سری تغییرهای خیلی کوچیک در حد چنگ و دلا چنگ توی چرخش ملودی هامون، توی چرخش نوت هامون، حالا مثلا گیتار بزنه، ویالون بزنه. گفتم توی جلسه قبلی که در مورد ملودی سازی صحبت کردم فرقی نداره، مهم اینه که یه سازی اینو بزنه، حتی میتونه وکال باشه، آوا باشه. ولی اینجا دیگه چون این ملودی دقیقاً ملودی خواننده است، بهتره که وکال نیاد، آوا نیاد، دیگه لای لا لا لای لای، دیگه خیلی شبیه میشه. یه سازی مثلا خودش فکر میکنم از گیتار استفاده کرده که خیلی هم ازم خواستین که ملودیش یاد بدم. چشم منم تو بخش 6 و 8 تو آموزش گیتار حتما این ملودی یاد میدم. ببین همینه، همینه. کی بهتر از تو که بهترینی تو ماه زیبای روی زمینی، همینو دقیقا اومده ملودی گیتارشو اجرا کرده، خیلی هم خوشگل شده اتفاقا و خیلی پرطرفدار. پس بنابراین این یه سبک ملودیسین، یعنی یه انتخاب واسه ساخت ملودیتون که آقا بیایم. خیلی از آهنگسازا، البته بچه‌ها بهتون بگم، دوستان خود من میگن آقا آهنگسازش تنبل بوده. نه اینجوری نیست واقعا. بعضی وقتا طرف فکر میکنه خب میبینه آقا ملودی من خیلی جذابه، واقعا میشه توی سازهای دیگه هم آوردش. و واقعا هم خیلی این اتفاق هم زیاد مخصوصا توی موسیقی پاپ افتاده. طرف یه ملودی میسازه این آقا این ملودی خیلی خوشگله، پس بهتره که همینو دوباره استفاده کنم. بریم یه مثال دیگه هم بزنیم. آهنگ بعدی، مثال بعدیمون بسیار بسیار جذابه، آهنگ دلچسب فرمرز اصلانی، اگه یه روز که تازه بهتون یاد دادم تو بخش آموزش گیتار. پس بنابراین خیلی هاتون میدونم باش کامل آشنایی دارین. دلیل انتخابش هم همین بود که بدونم آقا یه آهنگی باشه که همتون الان تو درگیرش باشین، توی مرحله آنالیزش راحت ترین. خب بچه ها سریع برم سر اصل مطلب. ورس چجوری شروع میشه؟ اگه یه روز بری سفر بریز پیشم بی خبر، داره از نوت فادیز همجوری میزنه و میره عقب. این در مورد ورس. اما ملودی آهنگ داره چی میگه؟ همینجا شروع میشه ها، ولی کلن داره توی یه جای دیگه سیر میکنه. از همینجا شروع شد ولی یه جای دیگه است. حالا این قسمت ورس بود. بچه ها با ترجیبندم هیچ موافقتی نداره. نگاه کنید ترجیبند. اگه یه روز این اومد تو تو گوش من صدا کنه، اینم ترجیبند. پس آهنگساز نه اومده از ملودی ورس استفاده کنه نه ترجیبند، یک ملودی جداگانه ساخته واسه این آهنگ. رببم داره میگه اگه یه روز، ولی میگه رببم دارارارارار، کلن یه ملودی دیگه است. و من خودم سلیقم اینه که بچه آهنگساز باید خالق باشه و باید عاشق خلق کردن باشه.
یعنی من همیشه آهنگسازایی رو دوست داشتم که دوست دارن خلق کنن، یعنی مثلا آهنگساز طرف نمیترسه از ملودی تازه، وقتی بهش میگه آقا مثلا این ملودی رو مثلا دوست دارم این ملودی دیگه بساز، سهری قبول میکنه این ملودی دیگه هم همونجا میسازه. من میخوام یه لایو بذارم بچه‌ها براتون، خیلی وقت میخوام این کارو بکنم برای آهنگسازی، یه لایو جدا بذارم و دعوتتون کنم بیاین یه شعر بذاریم وسط، ترانه بذاریم وسط و همگی شروع کنیم روش ترای کردن. یه بار من بسازمش، بعد یه بار یکی از هنرجوی دیگه بسازه، یکی دیگه رو بیاریم ولی اون بسازه، با سلیقه‌های همدیگه آشنا بشیم و فکر میکنم خیلی لایو های تاثیرگذاری باشه. اگه دوست دارین این لایو رو داشته باشیم، من باید واقعا بدونم چقدر طرفدار داره که یه لایو بذارم، حتما بهم بگین توی کامنت تا که شروع کنیم لایو های آهنگسازی هم گذاشتن در مورد پلی لیست های دیگه یوتیوب منم لایو بذاریم یواش یواش. دمتون گرم بچه‌ها، نسبت به آهنگای دیگه شروع کنین الان اکتیو شین، یعنی مثلا سوغاتی، علامت سوال، تمام این ملودیایی که این چند وقت با هم دیگه کار کردیم و حالا شما برین سراغشون، برین آنالیزشون کنین، ببینین آهنگساز چیکار کرده، یهو چشوا می‌کنی فردا نه پس فردا می‌بینی داری ملودی می‌سازی واسه آهنگ خودت. دمتون گرم، موفق باشید.